دوستان اجازه بدید ما 5% بیشتر شانس نداریم و هر کس نمیخواد ادامه بده همین الان لطفاً استعفا بده. این شروع اولین نطق شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه پهلوی بود در اولین جلسه هیئت دولت خودش. نطقی که نشون میده شاپور بختیار هم تقریبا از شکست پروژه سیاسی که شروع کرده بود مطمئن بود. گویا بختیار یکی از عجیبترین چهره های تاریخ ایران زمینه، کسی که سالها عمرش رو وقف مبارزه با حکومت شاه کرد اما در آخرین روزهای این حکومت تلاش کرد تا به عنوان ناجی همون حکومت ظاهر بشه، تلاشی که خودش از پیش میدونست محکوم به شکسته. خود بختیار، سوال: چرا بختیار چون این تصمیمی گرفت؟ اصلا بختیار کی بود که در نگاه شاه ایران و حکومتش هم لایق زندان بود در زمانی، هم میتونست منجی باشه در زمان دیگر؟ و سوال بعدی، بعد از انقلاب 57 مگر چه گفت شاپور بختیار و چه کرد که به فجیع ترین شکل ممکن سلاخی شد؟ ما در دقایقاتی به این سوالات پاسخ خواهیم داد. در این قسمت از مورخ به شاپور بختیار خواهیم پرداخت، کسی که چپ بود، ملی بود، مبارز بود، انقلابی بود، مخالف انقلابی که به وقوع پیوست بود، ضد روحانیون بود، اما تجربه حکومت روحانیون رو بخشی از مسیر انقلاب مردمی ایران زمین میدونست. یک کاراکتر عجیب غریب که بیراه نیست اگر بگیم در تاریخ ایران زمین نظیر ندارد. شاپور بختیار. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول، کتاب یک رنگی نوشته خود شاپور بختیار. دوم، مصاحبه شاپور بختیار با پروژه تاریخ شفاهی هاروارد. سوم، کتاب ایرانیان نامدار اثر عباس میلانی. چهارم، کتاب ایران بین دو انقلاب اثر یروند ابراهامیان. و در نهایت پنجم، گزارش های مختلف درباره شاپور بختیار که در رسانه‌های معتبر در تمام این سال‌ها منتشر شده. و اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان، مخاطبان همیشگی تیم مورخ، رو با هم خواهید دید. حالا بریم در دل تاریخ. بلندختری نام او بختیار، قوی دستگه بود و سرمایه دار. حضرت سعدی. در باب پنجم بوستان خودش، او بخش کوچکی از مردمان بزرگ ایران زمین رو اینطور توصیف میکنه و از بختیار میگه. و این بختیار چیست و در واقع بهتره بگیم کجاست؟ نام منطقه است کوهستانی و سرسخت در دامنه کوههای زاگرس در جنوب غرب ایران، منطقه باستانی، منطقه‌ای که به قدری دوردسته که از هجوم اسکندر مقدونی هم در امان موند در تاریخ. اینکه ایران ما کسانی رو دیده که از دل این منطقه دور از دست رس به میدون اومدن و مهر خودشون رو بر قصه تاریخ بی انتها های ایران زمین زدند، نشان از ویژگی خاص مردمان بختیاری داره. سخت کوشی و همتی که از کوها انگار به آریه گرفته شده. مردمان بختیاری در همه جای تاریخ ایران زمین به مردمانی سخت کوش معروف بودند و یکی از این مردمان سخت کوش بختیاری اسمش بود شاپور. ۱۲۹۴ شمسی، در چهارمحال و بختیاری، در دل ایل بختیاری و در خانواده رئیس ایل، فرزندی متولد شد که اسمش رو شاپور نهادند.
ایل بختیاری در تاریخ معاصر ما جایگاه واقعا ویژه‌ای داره بین ایلات ایران زمین. چرا؟ فقط یک مثال بزنیم. یکی از مهمترین جریان‌های مبارز مشروطه‌خواه از دل ایل بختیاری متولد شد. جریانی به رهبری چهره‌هایی مثل سردار اسعد بختیاری و بی بی مریم بختیاری. ما پیش از این در قسمت‌های مربوط به مشروطه در پادکست مورخ مفصل صحبت کردیم. عباس میرزا و ریشه‌های مشروطه، یپرمخان ارمنی و تأثیر او در مشروطه مفصل در این دو قسمت از بختیاری‌ها صحبت کردیم و از سردار اسعد بختیاری. پیشنهاد می‌کنم ببینید و لذت ببرید، مکمل بسیار خوبی است. به هر حال شاپور فرزند فردی بود در ایل بختیاری که او ملقب بود به سردار فاتح. اسم کامل پدر شاپور بختیار محمد رضا خان بختیاری بود، اما در دوران فتح تهران به دست مشروطه خواهان که پیش از این عرض کردم مفصل ازش گفتیم در مورخ، چنان رشادتی از خودش نشون داد محمد رضا خان بختیاری که سردار اسعد بختیاری بزرگ ایل بختیاری این لقب رو داد به ایشون و از آن روز ایشون ملقب شد به سردار فاتح. سردار فاتح پسر ایل خان بود یا همون رئیس ایل بختیاری، پسر امام قلی خان حاجی ایل خانی. کمی بعد از تولد پسرش یعنی شاپور او به مقام ایل خانی رسید، در واقع به ریاست ایل بختیاری رسید. اما مادر شاپور بختیار کیست؟ از پدرش زیاد صحبت کردیم. پدر و مادر شاپور پسر عمو دختر عمو بودند. مادرش شیرزنی بود به نام بی بی ماه ناز بیگم که کی بود ایشون؟ دختر یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ ایل بختیاری. در واقع شاپور هم از سمت پدر و هم از سمت مادر از بزرگان ایل بختیاری بودند. این بی بی ماه ناز بیگم دختر نجف قلی خان سمسام السلطنه بود و کی بود ایشون؟ کسی که اولین نخست وزیر بختیاری ایران شد و البته آخرینش هم نبود، نوش یعنی شاپور بختیار دومین و البته آخرین نخست وزیر بختیاری ایران شد و یک تفاوت هم داشت. او یعنی شاپور بختیار نه تنها آخرین نخست وزیران ایل بختیاری بود، بلکه او آخرین نخست وزیر دوران چند هزار ساله پادشاهی بود در ایران زمین. سردار فاتح اگرچه نتونسته بود بره اروپا و تحصیل کنه، اما این کمبود دانش آکادمیکش رو با راه اندازی یک کتابخونه بزرگ و غرق شدن در دل اشعار و ادبیات فارسی جبران کرده بود. داریم از کی حرف میزنیم؟ پدر شاپور بختیار از چه سالی؟ 1294 و حتی قبلتر از اون. سردار فاتح کتابخانه بسیار بزرگی درست کرده بود، کتابخونه‌ای که بعدها و با وقوع انقلاب اسلامی البته در ایران توسط انقلابیون تسخیر شد و کتاب‌های این کتابخونه هم ریخته شد تو استخر. بله، سردار فاتح دلش می‌خواست پسرش بتونه سواد آکادمیک پیدا کنه. چه کرد؟ برای تحصیل ابتدایی اون رو فرستاد اصفهان و بعدم فرستادش بیروت که چی بشه؟ بره تو مدرسه فرانسویان بیروت تحصیل کنه. شاپور بختیار در چه دورانی وارد بیروت میشه که بره در مدرسه فرانسویان؟ دورانی که در ایران کودتا شده بود، خاندان قاجار به زیر کشیده شده بودند و رضاخان سردار سپه شده بود رضا شاه پهلوی و دودمان پهلوی رو در ایران حاکم کرده بود. رضا شاهی که حالا میخواست یک دولت ملت مدرن در ایران بسازه و یکی از لازمه‌های این کار از بین بردن مناسبات ایلی و طایفه فعی بود در ساختار قدرت از نظر رضا شاه پهلوی. این از اوضاع درون ایران. در جهان همزمان چه خبر بود؟ سایه گفتمان چپ داشت روز به روز بر سر دنیا گسترده تر می شد و فرانسه، کشوری که حالا شاپور باش ارتباط برقرار کرده بود به واسطه وارد شدن به مدرسه فرانسوی در بیروت، یکی از پایگاه های اساسی اندیشه چپ بود در جهان.
شاپور که عاشق فرهنگ و ادبیات فرانسه شده بود، تو پرانتز عرض کنم کیه که عاشق نشه، گرچه حالا باید ادبیات و فرهنگ فرانسه خب بدوه به گرد پای ایران زمین برسه، اما در جایگاه خودش مخصوصا در اروپا بسیار فرهنگ و ادبیات غنی داره فرانسه. به هر حال شاپوری که عاشق این فرهنگ و ادبیات شده بود، مدرک دیپلم خودش رو از اون مدرسه فرانسوی‌های بیروت میگیره و آماده میشه که با پسر عموش تیمور بختیار این اسم رو به خاطر بسپارید پاشه بره پاریس و تحصیلات تکمیلی رو ادامه بده. او آماده رفتن بود که خبر هولناک بهش رسید. در دورانی که شاپور بختیار از ایران دور بود، اوضاع احوال ایلش حسابی به هم ریخته بود. چرا؟ ایل بختیاری با حاج معین و تجار بوشهری زده بودن به تیپ و تاپ هم. کی بود این آقای معین و تجار بوشهری؟ رفیق شیش سید ضیاء طباطبایی و رضاخان پهلوی بود که اینا کی بودن؟ سران کودتای سوم اسفند 1299 بودند. حالا بعد از اون کودتا و با بالا و پایین های بسیاری که اتفاق افتاد، رضاخان شده بود رضا شاه، به قدرت رسیده بود و امتیاز تجارت در جنوب و جنوب غرب ایران دست کی افتاده بود؟ حالا همین حاج معین و تجار بوشهری که عرض کردیم سر رفاقتش با سید ضیاء و رضاخان این امتیازو به دست آورده بود. ایده بختیاری هم تو کتشون نرفته بود این مسئله که یعنی چی، و سر این امتیاز درگیر شده بودن. و از اینجا به بعد دعوا و درگیری های بختیاری ها با رضاخان که حالا شده بود رضا شاه پهلوی بالا میگیره. بختیاری ها سریعاً یه حزبی تشکیل دادن به نام حزب ستاره ایالت بختیاری. اولین حزب قومی ایران این حزب و شاید یکی از اولین احزاب کمونیستی آسیا باشه. یکی از رهبران این حزب ستاره هم کی بود؟ آقای سردار فاتح، پدر شاپور بختیار. البته این نکته را بگیم، چند سالی طول کشید که اوضاع احوال بین رضا شاه و بختیاری ها به سطح جنگ و جدال برسه ها یهو نشد. و توجه کنیم که تو این ایام آقای سردار بهادر، پسر سردار اسعد بختیاری که در فتح تهران توسط مشروطه خواهان کلی دلاوری کرده بود، باز من یادآوری کنم توی قسمت مشروطه یپرم خان ارمنی مشخص ما مفصل گفتیم که همین آقای در واقع سردار اسعد بختیاری چه کرد. به هر حال کلی دلاوری کرده بود خلاصش، و بعد از قدرت گرفتن رضاخان هم ازش حمایت کرده بود که بشه رضا شاه. این سردار اسعد بختیاری هنوز تو دم و دستگاه حکومتی بود و اول وزیر پست و تلگراف بود، بعدم وزیر جنگ شده بود، اما با گذشت 10 سال از دوران حکومت رضا شاه اون برهه زمانی تصفیه یه سری از سیاسیون فرا رسیده بود و عملاً سیاسیونی که در به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی همراهش بودند و مهم، یعنی یه جورایی اگر اونها نمی بودند رضا شاه هم رضا شاه نمی شد، عملاً این دوستان حذف شدند یا تصفیه شدند. مثال بزنیم از اینهایی که تصفیه شدند، افرادی مثل تیمورتاش یا علی اکبر داور، فیروز فیروز یا خیلی های دیگه. وقتی به تاریخ نگاه می کنیم این اتفاق زیاد می بینیم. البته حاکمانی که به قدرت رسید بعد از تثبیت حکومت شروع کردن به از بین بردن رقبای خودشون در تمام جهان، شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جای تاریخ دیدیم و تو بشنو خواهید دید. حالا یکی از این افرادی که تصفیه شدند، رضا شاه پهلوی حذفشون کرد، همین سردار بهادر بود. کی بود سردار بهادر؟ وزیر جنگ بود اون زمان که رضا شاه محکومش کرد به خیانت و ایشون بازداشت شد. و عرض کردم سردار بهادر کی بود؟ پسر سردار اسعد بختیاری، بزرگ ایل بختیاری و یکی از پایه‌های قیام مشروطه هستن و فتح تهران. این سردار بهادر رو محکوم کرد به خیانت و بازداشتش کرد رضا شاه. واکنش
پدرش سردار فاتح که اون زمان تهران بود، یعنی پدر شاپور بختیار، چی بود؟ یه شورشی ترتیب داد علیه اقدامات رضا شاه پهلوی و نتیجه چه شد؟ طبیعتاً پدر شاپور بختیار سردار فاتح بازداشت شد. 4 نفر دیگه هم از سران بختیاری و یه سری از سران ایلات دیگه هم بازداشت شدن و نهایتاً در 1313 خورشیدی، درست در روزهایی که شاپور و پسر عموش، عرض کردم، خبر هولناک بهشون رسید، درست در روزهایی که این دو نفر آماده ثبت نام بودند برای دانشگاه سوربن فرانسه، تمام بازداشتی ها از جمله سردار فاتح پدر شاپور بختیار محکوم به اعدام شدند و بعد تیرباران. وقتی خبر اعدام پدر به پسر رسید، وقتی خبر اعدام سردار فاتح به شاپور رسید، او سریع خودش رو به ایران رسوند. برای 2 سال در ایران و در کنار خانواده داغدارش باقی موند، اما در تمام اون روزها عشق به تحصیل و البته عشق به پاریس رو فراموش نکرده بود. و نتیجه چه شد؟ کمی که گرد عزا از چهره ها زدودند، شاپور بختیار 1315 دوباره جلای وطن کرد که چه کنه؟ بره فرانسه، دانشگاه سوربن و در رشته حقوق و علوم سیاسی ثبت نام کنه و تحصیل. شاپور در دوران تحصیلش در سوربن بسیار و حتی بشه گفت بیش از بسیار تحت تأثیر مبارزات جمهوری خواهان قرار گرفت. علیه کی؟ علیه حکومت فاشیستی جنرال فرانکو در اسپانیا. پیش از این در یک قسمت در مورخ به جنرال فرانکو پرداختیم. باز پیشنهاد میکنم ببینید. آدم عجیبی بود و چقدر جنایت‌های عجیب غریب کرد. به هر حال شاپور بختیار میدید که روشن فکران چپگرای سرتاسر اروپا برای مبارزه به نفع جمهوری خواهان و علیه فرانکو پا می شدن می رفتن اسپانیا. تو پرانتز بگم، ما در فیلم اوپنهایمر و خاطرات واقعی زندگی اوپنهایمر می بینیم که مثلا همین آقای اوپنهایمر از آمریکا کمک مالی می کرد به جنبشی که علیه جنرال فرانکو می جنگیدند در اروپا. اینقدر فراگیر بود. این رو از این جهت مثال زدم که روی این مسئله بذارم. این تفکر نگاه چپ و مبارزه علیه فاشیسم بسیار فراگیر بود. این رو هم اجازه بدید وام بگیرم و بهانه کنم که یادآوری کنم در کانال سینما مورخ ما یک قسمت مفصل پرداختیم به فیلم اوپنهایمر، پشت صحنه‌اش و تاریخ اون. پیشنهاد میکنم اون کانال رو هم از یوتیوب دنبال بکنید، چرا که از محصولات تیم مورخ است. پس شاپور بختیار بسیار تحت تأثیر این فضا قرار گرفت که کلی آدم از سراسر جهان، مخصوصا اروپا، دارن پا میشن میرن اسپانیا یا کمک های مالی و غیره میکنن که چپگراها علیه فاشیست ها بجنگند. انقدر دیگه تحت تأثیر قرار میگیره شاپور، یه دوره کلن درس و زندگی رو ول میکنه اجرایی تو فرانسه، میره میپیونده به جمهوری خواهان، تظاهرات و دعوا و درگیری و اینها، اصلا بدتر از اونا غیرتی وای میستاده دعوا بزن بزن. خودش نقل قولی داره شاپور بختیار، میگه همین داستان، یعنی همین جنگ داخلی اسپانیا، تفکرات سیاسی من رو شکل داد. و جالبه با اینکه درس و دانشگاه رو ول کرده بود، عملا خواب و خوراکش شده بود فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی، اما تو همون دوران، یعنی 1318، مدرک کارشناسی حقوق رو میگیره و میره مقطع بالاتر. اما انگار اتفاقات هولناک باید دوره‌ای در زندگی شاپور بختیار تکرار میشد. و باز هم یک اتفاق هولناک دیگر، یک وقفه 2 ساله دیگر ایجاد شد در تحصیلات و زندگی شاپور بختیار. اتفاق چه بود؟ جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه به دست نازی ها. قاعدتاً دانشجوهای معمولی خارجی که اون سالها تو فرانسه تحصیل می‌کردن، زمانی که نازی‌ها اومدن فرانسه رو اشغال کردن، فرار کردن طبیعتاً، منطقاً برمیگشتن کشورشون. اما شاپور بختیار از همون زمان هم آدم معمولی نبود، دانشجوی معمولی نبود. او چه کرد؟ به ایران برنگشت و نه تنها برنگشت، رفت پیوست به نهضت مقاومت ملی فرانسه و به عنوان سرباز وارد
کردن سربازای خارجی نهضت مقاومت فرانسه شد و چه کرد؟ شروع کرد به مبارزه و جنگ علیه آلمان‌های نازی. گرچه خیلی عیان مبارزه نمی کرد بختیار و سعی می کرد جانب احتیاط رو به هر حال رعایت بکنه، همزمانم تونست تحصیلاتش رو در دانشگاه سوربن و مقطع دکترا ادامه بده و جالبه در 1324 یعنی همون سال پایان جنگ جهانی دوم، شاپور قصه ما در رشته حقوق و علوم سیاسی تونست مدرک دکترا هم بگیره از دانشگاه سوربن فرانسه تو اون شیر تو شیری. و توجه کنیم شاپور بختیار در دوران حضورش در سوربن در رشته های حقوق قضایی، علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد عمومی تحصیل کرده بود. تو همه این رشته ها خیلی درس خون بوده این آدم. یعنی شما همین چند تا رو بذار کنار هم، 4 رشته متفاوت تحصیل کرده و در کنارش مبارزه هم می‌کرده. کار هر کسی نیست. اینم جالبه بگم، موضوع تز دکترای شاپور بختیار به نظر شما چی بوده در سن حدود 31 سالگی؟ عرض می‌کنم. رابطه دین و قدرت و لزوم جدایی دین از سیاست، این بوده موضوع تز دکترای شاپور بختیار. به هر حال او از پس اثبات این تز دکترا و گرفتن نمره قبولی به وطن برمیگرده، وطنی که هنوز در اشغال متفقین بود البته و یه تفاوت دیگه هم داشت. دیگه رضا شاه پهلوی وجود نداشت که حاکم بر وطن او باشه. پسرش محمد رضا شاه پهلوی تکیه بر تخت زده بود و جای پدر رو گرفته بود و یکی از فک و فامیلای شاپور هم یعنی خانوم ثریا اسفندیاری که بختیاری بودیشون شده بود ملکه. خیلی چیزها تغییر کرده بود. از اون گیر و گرفتاری ها و دعوا و جنگ و خونریزی بختیاری ها با رضا شاه پهلوی رسیده بود داستان به وصلت بین پهلوی و بختیاری ها. و توی این بختیاری ها شاپوری به ایران برگشته بود حالا که آدم عادی نبود. در بختیاری ها شاپور بختیار فرزند آدمی بود که او مهم بود و به دست رضا شاه پهلوی کشته شده بود. این یک روی سکه شاپور. روی دیگرشی بود فامیل ملکه بود، فامیل همسر جدید شاه ایران زمین بود شاپور بختیار. و البته همه اینها باز به کنار، با کوله باری از تجربه بسیار در فضای درس و مبارزه و سیاست از پاریس به تهران برگشته بود. نتیجه تو همون بدو ورودش به ایران دیداری داشت با شاه ایران زمین، دیداری که برای سالهای سال دیگه تکرار نشد. شاپور بختیار تو خاطرات خودش می نویسه شاه منو دید و به هم گفت ایران مشکلات فراوان دارد، شما می توانید به مملکت خدمت کنید هم با تحصیلاتی که دارید و هم چون مرد مبارزی هستید. بله، شاپور بختیار هم تحصیلات داشت هم مرد مبارزی بود. باز خود شاپور بختیار یه جای دیگه ای نوشته من مبارزه کردم اما علیه چه کسی؟ بخت بد چنین میخواست که من علیه سیاست‌های شاه مبارزه کنم. بختیار خیلی سریع فعالیت‌های سیاسیشو تو ایران شروع میکنه، میپیونده به حزب ایران و میشه مدیر سازمان جوانان حزب. از کی داریم صحبت میکنیم؟ 1328 شمسی. چند سالش آقای بختیار اینجا؟ حدود 34 سال. اینم تو پرانتز عرض کنم، این حزب ایران بعدن تو دل چند تا مجموعه دیگه ادغام میشه و جمع اونا میشه جبهه ملی. در واقع جورایی یکی از پایه‌های جبهه ملی همین حزب ایران اون زمانه. به هر حال شاپور قصه ما فعالیت‌های حزبیشو شروع می‌کنه، همزمان میره تو وزارت کار که اون موقع یک وزارت تازه تأسیس هم بود در دولت محمد مصدق. تو وزارت کار شروع می‌کنه کار کردن و چیکارم بوده اونجا؟ اول میشه مدیر کل اداره کار اصفهان. کمی که تاریخو بریم جلوتر،
نفت که ملی میشه در دولت مصدق، به هر حال شاپور بختیارم جبهه ملی چی بوده دیگه، میشه مدیر اداره کار خوزستان، یعنی مرکز صنعت نفت ایران، که بسیار پست مهمی بوده. یعنی هر کسی با توجه به حساسیت های ملی شدن صنعت نفت و مصدق و جبهه ملی چیا و اون داستان ها، پست اون سمتی نمیتونسته بگیره، سمت جنوب و خوزستان مخصوصا. تو پرانتز اینم بگم ما مفصل پرداختیم به 28 مرداد به مصدق، یا مقابل اونها شعبون بیمخ رو پرداختیم بهش. پیشنهاد میکنم در این حوزه اگر علاقه مندید، نفت، ملی شدن صنعت نفت و غیره، ببینید بشنوید از مورخ. در نهایت این پست مهمی بود، مدیر اداره کار خوزستان برای بختیار. اما برای بختیار کافی نبود، دست تقدیر برای او پست های مهمتری آماده کرده بود. او در ادامه شد معاون وزیر کار ایران زمین در دولت مصدق، و تا کی در این سمت باقی موند؟ طبیعتاً جبهه ملی چی بود و رفیق مصدق. پس قابل حدسه که تا پایان دولت مصدق در این سمت باقی موند. شما بشنو 28 مرداد 1332. شما هیچ عمل خلافی انجام ندادید و می توانید در کابینه بعدی شرکت کنید. روز یک شنبه به پیشواز اعلی حضرت به فرودگاه بیایید. من شما را به عنوان وزیر کار با بقیه کسانی که حاضر به همکاری هستند به حضور ایشان معرفی بکنم. این پیغام سرلشکر فضل الله زاهدی بود، رهبر کودتا علیه دولت مصدق. خطاب به کی؟ به شاپور قصه ما، شاپور بختیار. در واقع اینجای تاریخ، شاه از ایران خارج شده، رفته بغداد، دولت مصدق سرنگون شده، سرلشکر زاهدی قدرت رو در دست گرفته و حالا شاه هم قراره برگرده ایران دیگه. و در چنین فضایی زاهدی این پیغام رو میفرسته برای شاپور بختیار که آقا داستان اینه، پاشو بیا کارو برات در بیارم. آقای بختیار چه پاسخی میده به زاهدی؟ عرض میکنه. روزی من نه امروز و نه هرگز به کابینه شما حواله نشده است. این بود پاسخ شاپور بختیار به فضل الله زاهدی، ترکیبی از یک بختیاری، مبارز، سیاسی و تحصیل کرده. بعد از 28 مرداد 1332 اما سرکوب طرفداران محمد مصدق و اعضای جبهه ملی آغاز میشه تازه، و شاپور بختیار هم خب طبیعتاً یکی از مدیران درجه 3 جبهه ملی بود حدوداً دیگه. نتیجه اسمش میره تو لیست کسانی که باید باهاشون برخورد شود. حالا مسئول اصلی بازداشت و برخورد با مصدقی ها کی بوده؟ فرمانداری نظامی تهران بوده. و فرماندار نظامی تهران کی بوده؟ شما بفرمایید، تیمور بختیار. و کی بودین؟ تیمور بختیار قطعا به یاد دارید، پسر عموی شاپور بختیار که گفتیم با هم رفته بودن بیروت، تو مدرسه فرانسوی ها درس خونده بودن و بعد دوتایی رفته بودن فرانسه. در پاریس شاپور رفته بود دانشگاه سوربن، حقوق و علوم سیاسی خونده بود، سیاست مدار شده بود، تیمور چه کرده بود؟ رفته بود مدرسه نظامی سنسیر و تبدیل شده بود به یک آدم نظامی. و عملا مسیر پسر عموها که از بچگی رفیق و همدم و در واقع اشغالشون اصلا با هم یکی بود، جدا شده بود از تو پاریس. حالا و اون روزها وقتش بود که پسر عموی نظامی و امنیتی، البته پسر عموی سیاسی و مصدقی رو سرکوب کنه. و آیا کرد؟ بله کرد. شاپور بختیار به دستور تیمور بختیار بازداشت شد و به زندان افتاد. پس به شاپور بختیار پیشنهاد شده بود که بین سمت وزارت کار و زندان یکی رو انتخاب کنه، و او چه کرد؟ سربالا دومی رو انتخاب کرد.
نتیجه به 3 سال زندان محکوم شد. شاپور بختیار 2 سال حبسشو کشید و بعد عفو شد و از زندان آزاد. اما او حالا دیگه اون آدم قبلی قطعا نبود. او حسابی دیگه مبارز سیاسی شده بود. و چه کرد؟ حبسم که کشیده بود، در حزب پیشرفت کرد. نمیتونیم بگیم شده بود جزو رهبران درجه 1-1، اما جزو سمت‌های بالای جبهه ملی شده بود حالا. و این جزو سمت‌های بالا بودن یعنی چی؟ آقای بختیار سوسیال دموکرات بود، اما مرحوم داریوش فروهر از ایشون چپگراتر بود و رادیکالتر و در مبارزه با شاه در واقع رادیکالتر. یا تو رهبری همین جبهه ملی اگرچه در واقع مدیر مهمی بود، ولی باز هم زیر سایه مرحوم کریم سنجابی بود. و به این هم توجه کنیم جبهه ملی با کودتای 28 مرداد به نوعی تعطیل شد دیگه. اما چه اتفاقی افتاد؟ اعضای این حزب و چند تا حزب همسوی دیگه جمع شدن، یه اتحادی شکل دادن و اسم اتحادم چی گذاشتن؟ نهضت مقاومت ملی، که قرار بود چه کنه؟ علیه حکومت شاه که این دوستان شاه رو مستبد می دونستن مبارزه کنه. پیشنهاد این اسم برای کی بوده؟ نهضت مقاومت ملی؟ جناب شاپور بختیار گفت آقا ما تو فرانسه علیه نازی ها می جنگیدیم، اون زمان اسم تشکیلاتمون این بود، نهضت مقاومت. الانم به نظرم اسم خوبیه دیگه، در خوره با حال به وضع ما هم می خوره دیگه. موافقین؟ محمدی هاش صلوات. ۱۳۴۱ شمسی، وقتی مبارزات قانونی نهضت ملی جواب نداد، باز هم تصمیم گرفته شد تا جبهه ملی بازسازی بشه. اسمشو چی گذاشتن این دفعه؟ جبهه ملی دوم. یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم هم طبیعتاً آقای شاپور بختیار بود. اما فقط 1 سال بعد انقلاب سفید یا همون انقلاب شاه و مردم که مهمترین هدفش هم اصلاحات ارضی بود اتفاق افتاد. یادآوری کنم ما در 1 قسمت مفصل و جذاب به این موضوع پرداختیم. در مورخ علاقه من بودید ببینید و بشنوید، بسیار مکمل خوبی است و فکت های مهمی درش وجود داره. به هر حال جبهه ملی دوم یکی از مخالفان این تغییراتی بود که شاه میخواست بهش دست بزنه، یعنی همین انقلاب شاه و مردم یا انقلاب سفید. اومد یه بیانیه داد، گفتش که آقا جان شاه به چه حقی اصلا میتونه قوه مقننه یک کشور رو دور بزنه و خود شخصا قانون گذاری کنه؟ اصلا این چه زندگیه؟ و بعد از این بیانیه یه سری تجمعات برگزار کرد جبهه ملی دوم. شعارشون هم این بود، یعنی شعاری که در اون تجمعات شدیداً سر داده میشد این بود که اصلاحات ارضی ولی دیکتاتوری شاه نه. و نتیجه این مخالفت ها چه بود؟ شعارها و تجمعات، تمام اعضای مرکزیت جبهه ملی دوم افتادن زندان، از جمله شاپور بختیار. اساساً شاپور بختیار در طی دوران فعالیت های سیاسیش در دل حکومت پهلوی دوم حدود 5 سال و 8 ماه زندانی بود بنده خدا. 7 سال ممنوع الخروج بود. اصلا یه وضعی ممنوع الخروجی ایشون هم ممنوعیت ساده نبود، واقعا برای بختیار بسیار سخت بود. چرا؟ آقا شاپور قصه ما عاشق فرانسه بود و عشق قدم زدن در خیابانهای پاریس. حالا حکومت این امکان رو ازش گرفته بود اون زمان و چه کرد؟ جالبه، فضاسازی کرد عملا. پاتوقش رو تو تهران گذاشت کلوپ فرانسه در خیابون زاهدی. هر کی باش کار داشت میدونستن شاپور اونجاست، میشه اونجا پیداش کرد اگه ازش خبری نباشه. تو پرانتز هم عرض کنم خیابون سپهبد زاهدی امروز شده سپهبد قرنی. سپهبدش سر جاشه، اسمش عوض شده. کمی قبل از دستگیری سران جبهه ملی، تظاهرات 15 خرداد 1342 توسط اسلامگراها به وقوع پیوست که حسابی هم خونبار بود. چند سالش اینجا بختیار؟ حدود 50 سال. واکنش جبهه ملی دوم چی بود به این اتفاق؟ اول اومدن یه بیانیه دادن و شدیداً محکوم کردن، بیانیه شدید و لحن دادن. این روزها خیلی زیاد میشنویم در دنیای سیاست. اما بعد از یه نامه از طرف
یکی از سیاستمداران عجیب غریب معاصر ایران، یعنی آقای خلیل ملکی که یه زمانی ایشون عضو حزب توده بود و بعد حالا جدا شد و شد رهبر یک جریانی به اسم نیروی سه، رسید دست جبهه ملی. یکی اومد یه نامه‌ای داد، گفت آقا اینا آقای ملکی فرستاده. چی نوشته بود آقای ملکی؟ نوشته بود که آقا جان نکنید بازی رو ندید دست اسلامگراها، داستان میشه ها. آقای بختیار تو خاطراتش نوشته که منم مخالفت کردم و گفتم این جنبش با تحولات زمین‌های کشاورزی مخالفه، از اونور با حقوق برابر زنان هم مخالفه، ما نباید قاطیش بشیم، داستانه. در نهایت هم تصویب میشه که از این نهضت حمایت نکنند. اما افتاد مشکل‌ها، مشکل جدی وجود داشته. تمام طرفداران جوان و دانشجوی جبهه ملی طرفدار نهضت اسلامگراها شده بودن، رفته بود پی کارش، دیگه کار از کار گذشته بود برای سران جبهه ملی. پس چه تصمیمی گرفتند این سران؟ تصمیمی اتخاذ کردند به نام سیاست صبر و انتظار. بعضی هم بهش میگن سیاست سکوت و آرامش. در واقع گفتن آقا فعلا فضا کیشمیشیه، جای ما نیست، یه گوشه بشینیم ماستمونو بخوریم ببینیم چطور میشه دیگه ها. و این کار هم کردند، سیاستی که در عمل باعث بهاشیه رفتن جبهه ملی در سیاست ایران شد اون زمان. خب قبل از ادامه بحث اجازه بدید تا ازش خیلی نگذشتیم عرض کنم اگر علاقه‌مندید در رابطه با آقای خلیل ملکی جداگانه در یک قسمت صحبت کنیم که بسیار داستان جذابی هم داره ایشون، برای ما بنویسید همین الان، ما خواهیم دید، انجام وظیفه خواهیم کرد. به هر حال تا 1345 یعنی حدود 53 سالگی شاپور بختیار، روزگار او در زندان گذشت و بعدم که عرض کردم دوران سخت صبر و انتظار یا سیاست سطح سکوت و آرامش. خود بختیار تعریف میکنه، میگه اوضاع مالیم بسیار خراب بود در این دوران، کار نداشتم، درآمد نداشتم، دستی میگرفتم از این بر اون بر، یا تو شرکت‌های خصوصی کار میکردم یه چندر قاز در بیارم که شکم زن و بچه‌م رو سیر کنم. صحبت زن و بچه شد، یه مقدار به زن و بچه ایشون هم بپردازیم. گفتیم شاپور عاشق فرانسه بود دیگه، تو یکی از دوران حضورش در پاریس با این دختر فرانسوی آشنا میشه به نام مادلین. با این خانم مادلین ازدواج میکنه، از همین خانوم 4 فرزند داره آقای شاپور بختیار. اسم هر 4 تاشون هم فرانسوی انتخاب کرده، یعنی زور خانوم چربیده به آقا در این ازدواج. یه جورایی 2 تا دختر داره ایشون به اسمهای ویویان و فرانس و 2 پسر داره به اسمهای گای و پاتریک. بعدها خانم مادلین از شاپور بختیار جدا میشه، آقای بختیار هم که خب نمیتونسته مجرد بمونه احتمالاً میره از فک و فامیل خودش یکی رو انتخاب میکنه به نام شاهین تاج بختیار و با ایشون ازدواج میکنه. یه پسر هم از شاهین تاج داره به اسم گودرز آقای شاپور بختیار. اوضاع احوال برای شاپور بختیار و دوستانش همینطوری به شکل صبر و انتظار یا همون بحث سکوت و آرامش پیش می رفت، تا اینکه کم کم از میانه دهه 50 خورشیدی اوضاع احوال ایران زمین انقلابی شد کلن. خرداد 1356 سکوت ناشی از صبر و انتظار شاپور بختیار و 2 نفر دیگه از اعضای رهبری جبهه ملی بالاخره شکسته شد. کیا بودن این 2 نفر؟ کریم سنجابی و داریوش فروهر. چه کردند؟ این 3 نفر یه نامه نوشتند سرگشاده طور و توش از شاه خواستند که آقا بر اساس قانون اساسی مشروطه سلطنت کن قربونت، حکومت نکن، شما باید سلطنت کنی نه حکومت. تو همین نامه از او خواستند که مانع سرکوب و شکنجه مخالفان از طرف ساواک بشه، شاه مملکت. در واقع آقای بختیار داشت از ساواکی حرف می‌زد که پسر عموش یعنی تیمور بختیار راه اندازی کرده بود عملاً. گرچه بعدها در واقع بعد از راه اندازی ساواک، تیمور بختیار در 1349 خورشیدی به دست همون ماموران ساواکی که خودش راه اندازی کرده بود در عراق کشته شد.
خب اجازه بدید یه سوال طرح کنیم و هدیه‌ای به یادگار تقدیم کنیم خدمت اولین دوستی که برای ما در کامنت جواب این سوال رو بنویسه. ما در کدوم قسمت از مورخ درباره نامه این سه نفر، در واقع سه نفری که از سران جبهه ملی بودند، نامه‌ای که به شاه نوشتند و مختصرا بنده درباره‌اش صحبت کردم، در کدوم قسمت مفصل صحبت کردیم؟ لطفاً برای ما بنویسید در کامنت کدام قسمت بود، چه گفتیم، هدیه‌ای به یادگار خدمت اولین دوستی که بنویسه تقدیم خواهد شد از طرف تیم مورخ. به هر حال برگردیم به تاریخ، در واقع برگردیم به ایرانی که در آستانه انفجار بود. با نزدیک شدن به بزنگاه انقلاب 1357، دولت‌هایی که توسط محمد رضا شاه پهلوی روی کار می‌آمدن، یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و عملاً ثبات سیاسی در ایران زمین آرزو شده بود، یه جورایی به قهقرا رفته بود. اوضاع واقعاً خیت بود. نتیجه شاه رفت سراغ جبهه ملی، در واقع رفت سراغ سیاست مدارانی کار کشته که به نسبت سایر مخالفانش یه مقدار معتدل‌تر بودن، میشد باشون صحبت کرد حداقل. و سراغ کی رفت اول؟ دکتر غلام حسین صدیقی. گفت آقا بیا نخست وزیر شغربونت، بیا اوضاع رو جمع کن، اوضاع خیلی خرابه. آقای دکتر صدیقی 8 شرط مطرح کرد برای شاه ایران، گفت اگر قبول کنی در خدمتم. شروطی که دکتر غلام حسین صدیقی گذاشته بود چه بود؟ ایشون گفت اول به سنت مشروطیت مجلس به نخست وزیر باید رای بده، مجلس باید انتخاب کنه نه خود شاه شخصا بیاد بگیم مثلا محمد تو نخست وزیر از امروز. دوم قانون اساسی و متممش باید اجرا شود و اون موارد اضافه شده به قانون مثل اختیار شاه برای انحلال مجلس و اینجور چیزا حذف. سوم یه شورای نیابت شاه تشکیل بشه. چهارم حکومت نظامی لغو بشه. پنجم شاه در امور کشور دخالت نکنه. ششم سیاستمداران فاسد 25 سال اخیر محاکمه بشن. هفتم یک هیئتی برای ارتباط دولت و شاه تشکیل بشه. و در نهایت هشتم شاهنشاه حق ندارد کشور را ترک کند، نهایتاً پاشه بره جزیره کیش. چرا؟ چون فقط با حضور شاهنشاه است که میشود ارتش را متحد نگه داشت. اینها شروط غلام حسین صدیقی و پیشبینی او بود به نوعی وقتی به لوح تاریخ نگاه میکنیم. آقای محمد رضا شاه پهلوی چه کرد؟ درباره غلام حسین صدیقی دودل بود کلن، اما با این شروط دودلتر هم شد و گویا خود صدیقی هم خیلی تمایل نداشت که تو اون شرایط بیاد نخست وزیر بشه. از چه شرایطی صحبت میکنیم؟ اعتراضات میلیونی در جریان بود اون روزها در سراسر ایران زمین. در واقع آقای صدیقی با خودش گفت الان بیام سکان اجرایی کشور رو در دست بگیرم در این شرایط کاسه گوزه ها سر من میشکنه، بی خیال حوصله ندارم. و نتیجه محمد رضا شاه پهلوی رفت سراغ گزینه دوم و او کی بود؟ کریم سنجابی. کریم سنجابی هم شروطی مشابه غلام حسین صدیقی برای شاه ایران زمین گذاشت، اما با این تفاوت که شرط کرده بود شاه باید اصلا ایران رو ترک کنه. این تفاوت اصلیش بود. صدیقی میگفت نباید بری، ایشون میگفت باید بری. حتی کریم سنجابی با رایزن سیاسی سفارت آمریکا در ایران هم دیدار میکنه گویا، یعنی کار داشت پیش میرفت. اما به هر حال راه کریم سنجابی و محمد رضا شاه پهلوی به هم نرسید. نظر می رسید سنجابی و صدیقی خودشون هم خیلی تمایلی به نشستن بر کرسی نخست وزیری، اونم تو اون ایام پرتلاطم، خیلی خودشون هم علاقه من نبودن. در واقع ضمن اینکه خود محمد رضا شاه پهلوی هم با وجود اینکه چاره ای نداشت واقعا با شروط این دوستان موافق نبود خیلی. مثلا اینکه از شروط کریم سنجابی چی بود؟ از شاه خواسته بود از فرماندهی کل قوا استعفا بده، که خب طبیعتا شاه با این شرط و امثال این شروط همدل نبود. یا با شروط که غلام حسین صدیقی گذاشت با یه سریاش همدل و همراه نبود. در نهایت محمد رضا شاه پهلوی در آن روزها مجبور شد بره سراغ آخرین گزینش. او به دیدار شاپور بختیار رفت. شما را از کی ندیدم؟
از 25 سال پیش اعلی حضرت، قاعدتاً باید یادتان باشد. از اون موقع تا حالا هیچ پیر نشدید. پیر که شدم، اما احتمالاً آثاری که گذر زمان بر مخالفان میذاره با آثار فرسودگی های ناشی از قدرت متفاوت باشه. این پدیده خمینی چه سیغه‌ایه؟ واکنشیه در مقابل دولت‌های پیاپی که ما از حضور شاه تقاضا کرده بودیم از اونها حمایت نفرمایند. چطور؟ چون اگر پشتیبانی اعلی حضرت نبود، هیچ کس اونها را تحمل نمی‌کرد. اعلی حضرت، من به خزانه زندگی رسیدم. در این تالار حرف‌های آلوده به دروغ زیاد زده شده. اعلی حضرت مایلند که من هم به همان روال ادامه دهم یا به من اجازه می‌دهند حقایق را بگویم. محمد رضا شاه پهلوی سکوت کرد. اختیار ادامه داد: پدر شما پدر من رو کشت، ولی من به شما وفادار خواهم بود. اینها اولین دیالوگ های شاه ایران زمین بود و شاپور بختیار، دیالوگ هایی که نتیجه شد نخست وزیری شاپور بختیار، آقای شاپور بختیار، در الواح تاریخ در ایران زمین برای 37 روز نخست وزیر ایران شد. شاپور بختیار هم البته برای شاه ایران شروطی گذاشت. 7 شرط برای شاه قرار داد. اول، شاه سریعا ایران را ترک کند. دوم، ساواک منحل شود. سوم، شاه در انتخاب وزرا دخالت نکند. چهارم، بنیاد پهلوی به دولت منتقل شود. پنجم، آزادی مطبوعات شکل بگیرد. ششم، کمیسیون شاهنشاهی منحل شود. و هفتم، 14 فرمانده ارتش که در سرکوب مردم دست داشت باید تبعید شوند. شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی با تمام شروط نخست وزیر خود شاپور بختیار موافقت کرد. یه روایتی هست که آقای بختیار بعد از دیدارش با محمد رضا شاه پهلوی میره خونه ی آقای صدیقی. کریم سنجابی هم بوده، میگه که آقا من رفتم با شاه دیدار کردم و داستان اینه، اینا رو گفتیم، چیکار کنیم؟ آقای صدیقی و سنجابی میگن خب بالاخره حزب باید تایید کنه نخست وزیری یکی از اعضا رو. 2 هفته دیگه یه جلسه ای میذاریم، بررسی میکنیم، نتیجه رو اعلام میکنیم. بختیار میگه آقا چی میگید، وقت نیست، مملکت داره از دست میره، داره انقلاب میشه. اون 2 نفر آقای سنجابی و صدیقی میگه آقا حزب به هر حال باید نظر بده، روالم اینه، 2 هفته دیگه. و بنابراین میشه که برای 2 هفته دیگه جلسه ای برقرار شود برای تایید نخست وزیری یکی از اعضای حزب. اما شاه عجله داشت. از اون ور دوستان بریتانیایی و اسرائیلی آقای بختیار هم ازش داشتن حمایت میکردن و نتیجه فردای اون روز، 1 روز بعد، در 16 دی ماه، رأس ساعت 14، رادیو تهران برای اولین بار نخست وزیری شاپور بختیار رو اعلام رسمی کرد. خبری که باعث شد بختیار از حزبش اخراج بشه، چرا که از قوانین حزب تخطی کرده بود. آقای بختیار مورد غضب رفقا، حزبش و هم فکرانش قرار گرفت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد. آقای بختیار با خوندن این شعر به جامعه این پیغام رو فرستاد که اومده اوضاع رو درست کنه و از موج انقلاب مردم هم نمیترسه. اما خب خودش هم میدونست این هدف نزدیک به محاله. نشان به آن نشان که در اولین جلسه هیئت دولت ابتدای این جلسه هم با همین جمله شروع کردم. البته هیئت دولتی که خالی از هر گونه چهره شاخص بود، چون کمتر کسی حاضر به همکاری با بختیار بود. چی گفتیشون در اون جلسه؟ گفت فقط 5% شانس داریم. حالا سوال، چرا آقای بختیار نخست وزیری رو قبول کرد با این حال؟ مخالفانش میگن از سر جاه طلبی بود. موافقانش هم ما چی میگن؟ میگن اگرچه بختیار جاه طلب بود و اساساً یک سیاستمدار باید جاه طلب باشه و شما به ما نشون بده یه سیاستمدار که جاه سیاست و قدرت نداشته باشد، اما این آقای شاپور بختیار تشنه قدرت نبود، اونم قدرتی که به زودی بنا بود از دست بده. میگن
بختیار همون آدمی است که بعد از کودتای 28 مرداد پای مصدق موند و به قدرت نگفت. عرض کردیم میخواستم بندازنش زندان، گفتن آقا بیا برو وزارت کار، که گفت نه من میرم زندان. پس باز هم سوال پیش میاد، چرا سمت نخست وزیری رو پذیرفت آقای بختیار تو اون شرایط؟ او که به قدرت نگفته بود پیش از این. خیلی ها جواب میدن برای اینکه یک ردی در تاریخ از خودش به جا بذاره، میگن بختیار همواره میگفت خوبه یک نسل از ایرانیان حکومت روحانیان رو تجربه کنن و نتایجش رو ببینن. ولی آقای بختیار در ادامه این نظرش میگفت ما باید در صحنه باشیم و برای آیندگان یه مسیری رو مشخص کنیم. همه اینها نتیجهش این شد که شاپور بختیار در صحنه ایستاد. بختیار در دوران کمتر از دو ماهه نخست وزیریش دست به اقداماتی زد جهت آرام کردن فضا. چه کرد؟ سریعا اعلام کرد فروش نفت به اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی متوقف می شود، ساواک منحل می شود، عوامل فساد در ساختار حاکمیت شناسایی و مجازات می شوند، قراردادهای نظامی با آمریکا لغو می شوند، زندانیان سیاسی هم آزاد می شوند. پس سریع چه کرد؟ دستور آزادیشون را داد. زندانیان سیاسی آزاد شدند و نتیجه در دل استقبال بزرگ مردمی صدها نفر از زندانیان بیرون اومدن. اما آیا سوالی که پیش میاد، آیا زندانیان کمکی به آرام کردن فضا کردند؟ خیر، برعکس، باعث شدن خون تازه‌ای در رگ انقلابیون تزریق بشه. حتی وقتی وعده آزادی مطبوعات رو داد شاپور بختیار و اینطوری بر اعتصاب 60 روزه روزنامه نگاران پایان داد، باز همین اتفاق نه تنها به نفع او نشد و در جهت آرام کردن فضا پیش نرفت که بدتر شد و باز به نفع انقلابیون شد. پس بختیار سریعاً شروع کرد به پیغام پسخام فرستادن برای آیت الله خمینی که آقا جان بیا دولت منو به رسمیت بشناس، کنار هم خیلی آروم بریم به سمت برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت در ایران. ها؟ آیت الله خمینی اما در پاسخ به شکل رسمی و عمومی اعلام کرد دولت شاپور بختیار نامشروع و غیرقانونی است و این شاید تیر خلاصی بود بر آمال و آرزوهای بختیار. و حالا او که درمونده شده بود به فکر اقدامات خشونتبار هم افتاد. یه لیستی از مخالفانی که باید بازداشت بشن تهیه کرد و یه برنامه‌ای هم برای بمبارون یه سری از مناطق داشت. اما خب اوضاع طوری به هم ریخته بود که اقدامات خشن هم به نظر پاسخگو نبود، فایده نداشت. آقای بختیار شروع کرد تماس گرفتن با پاریس دوباره، با نوفل لوشاتو که بتونه با آیت الله خمینی مذاکره کنه، که خیلی موفق نبود. باز هم جالبه توی یکی از این تماس‌ها اینو یادم اومد، ابوالحسن بنی صدر از پشت تلفن بهش میگه که آقای بختیار، آقای اشراقی میخواد با شما صحبت کنه. بختیار میگه کی هست ایشون؟ میگه داماد آقای خمینی. بختیار میگه شغل شبشو نپرسیدم، روزا چیکار میکنه؟ خیلی خاطره جالبی از خاطرات آقای در واقع بختیار. خلاصه هی پیغام پسخام و نتیجه هیچی به هیچی. بختیار که خودش رو مصدقی میدونست و مثل مصدق مدام قانون قانون میکرد، اعلام میکرد ورود آقای خمینی به کشور مشکلی ندارد، قانونن حق اوست، اما قانونن حق هم ندارد دست به دولت من بزند، من قانونن نخست وزیر مملکتم. با این حال اما چندین و چند بار پیغام فرستاد که من حاضرم آقای خمینی توافق کنم و دولت رو حتی واگذار کنم به شرطها و شروطها، البته مثلا به این شرط که تغییر حکومت خیلی آرام و با همه پرسی انجام شود. این شرط و شروط هم درباره‌اش صحبت شد و جالب، آقایان بازرگان، امیر انتظام، آقای طالقانی و بهشتی که از رفقای بختیار هم بودند و اون روز از نزدیکان رهبر انقلاب البته با این طرح موافق بودند. اما باقی انقلابیون چنان آتش تندی داشتند و چنان مخالفتی کردند با طرح بختیار که عملا این استعفا و تغییر مصالحه
مسالمت آمیز و این طرح به نتیجه نرسید که نرسید. در روزهای آخر برخی از طرفداران حکومت پهلوی معتقد بودند که آقای بختیار نباید اجازه بده آیت الله خمینی وارد خاک ایران بشه و حتی میگفتند باید با موشک هواپیمای ایشون رو رو هوا بزنه بختیار، اما شما به حزبنده میدانید که بختیار این کار رو نکرد. میگفت اگه من هواپیما رو بزنم آیت الله خمینی و بقیه حاضران در هواپیما تبدیل میشن به شهیدانی تاریخی و اینطوری اسلامگراها در جامعه ایران برای نسل‌ها یک قدرتی پیدا می‌کنن که نگو و نپرس. البته اسنادی هم وجود داره که نشون میده بختیار از اسرائیلی‌ها خواسته بود یه فکری به حال آیت الله خمینی بکنن، یعنی یه جوری ترور کنن ایشون رو، که خب اسرائیلی‌ها این کار رو نکردن. بختیار نوکر بی اختیار، این شعار معروفی است، این شعاری است که در روزهای منتهی به انقلاب 57 در خیابان‌های ایران شنیده می‌شد. به تازگی ویدیویی از تجمع گروهی بسیار کوچک از حامیان بختیار حدود 63 ساله منتشر شده. اون روزها در واقع گروهی هن که در ملتهب‌ترین روزهای مملکت دور هم جمع شده بودند. عمومشون گریه می‌کردند و شعار می‌دادند بختیار بختیار سنگر تو نگهدار. این گروه آرزو داشتند برنامه اصلاحی بختیار بتونه جلوی انقلاب رو بگیره و یک گذار مسالمت‌آمیز به سمت دموکراسی پیش ببره، اما چشم‌های گریانشون نشان داد که چقدر آرزوشون دور از واقعیته و طوفان انقلاب داره بر همه چیز غلبه می‌کنه و این طوفان بر همه چیز غلبه کرد. انقلاب در 22 بهمن ماه 1357 پیروز شد. تو همون ساعات اولیه انقلاب دفتر نخست وزیری تسخیر شد. چند دقیقه قبل از تسخیر اما شاپور بختیار مقر نخست وزیری رو ترک کرده بود و زندگی مخفیانه رو آغاز. خودش تعریف میکنه از اون لحظه تا زمانی که هنوز در ایران بود تمام ابزار ارتباطیش با بیرون یک رادیوی ترانزیستوری بوده و بس. رادیویی که یه روز میگفته بختیار خودکشی کرده، یه روز میگفته کشته شده، یه روز میگفته بازداشت شده. بختیار اما از پس تمام این اخبار منفعلانه در مخفیگاه نمونده بود. از همون روزای اول شروع زندگی مخفیانش نوارهای سخنرانی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ضبط می‌کرد و از طریق دوستانش در سطح جامعه پخش می‌کرد. جالب یه روایتی هست، میگه یه روز بختیار خونه یکی از رفیقاش بوده سمت پاسداران و انقلابیون یهو میریزن که بگردن دنبال بختیار. یه ریش بزی هم داشته اون زمان و چهرهش کاملا متفاوت بوده. این جوونا میریزن میگن اینجا کسی نیومده نرفته، ایشون هم آقای بختیار هم داشته روزنامه میخونده، میگه نه ما چیزی ندیدیم. این دوستانم درو میبندن، تشکر میکنن و میرن. آقای بختیار به هر حال نمیتونست تا آخر عمر مخفیانه زندگی کنه، نتیجه باید ایران رو ترک میکرد. 6 ماه بعد از انقلاب خیلی شیک یه روز با ظاهر و گذرنامه جعلی البته میره فرودگاه، خیلی شیک و مجلسی سوار هواپیمای فرانسه میشه و ایران رو ترک میکنه بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. البته عده‌ای معتقدند هم سفارتخونه های خارجی و هم دوستان داخلیش مثل مهدی بازرگان در مسیر خروجش از ایران کمکش کردند. به هر حال زندگی جدید شاپور بختیار در تبعید آغاز شده بود، زندگی که باز هم پر از تلاطم بود. آقای بختیار سریعا شروع میکنه یه تشکیلاتی به اسم قدیم به اسم نهضت مقاومت ملی شکل میده. پیش از اینم عرض کردم بسیار علاقه داشت به این اسم، از زمان مبارزش با نازی‌ها در فرانسه تا این لحظه که داریم ازش صحبت میکنیم در دوباره فرانسه. فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی آقای بختیار از همون بگه بسم اللهی که میرسه فرانسه شروع میشه. مهمترین اقدامش هم همون اوایل حضورش در فرانسه انجام میده. چه اقدامی؟ طرحریزی و حمایت از یک کودتا در دل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
کودتایی که امروز به نام نقاب یا نوژه میشناسیم. دو ماه قبل از آغاز جنگ ایران و عراق، شاپور بختیار طرح کودتایی را چید که از پایگاه هوایی شهید محمد نوژه در شهر کبود در آهنگ استان همدان شروع می شد و هدفش هم از بین بردن رهبر انقلاب بود. اسم کودتا هم گذاشته بودن نقاب، مخفف نجات قیام ایران بزرگ. گرچه این کودتای نقاب یا نوژه خودش واقعا موضوع یک پادکست جدا و مفصله. اگر علاقه مند بودید برای ما بنویسید، ما خواهیم دید انجام مزید خواهیم کرد. اما اگر خلاصه بخوایم بگیم، این کودتا با هماهنگی عراقی ها صورت گرفت. بختیار که در جریان برنامه عراق برای حمله به ایران بود، معتقد بود آقا پیروزی این کودتا میتونه باعث سقوط حکومت جدید بشه، یعنی در واقع هم باعث سقوط حکومت جدید بشه که میشه جمهوری اسلامی، هم از جنگ ایران جلوگیری بکنه، یعنی ایران وارد جنگی با کشور دیگر نشه. اینم گفته میشه که دستگاه امنیتی شوروی و حزب نزدیک به این کشور، یعنی حزب توده در ایران، تو لو دادن این کودتا نقش ویژه‌ای داشتن. گرچه که با لو رفتن کودتا و بازداشت و اعدام عواملش، رهبر انقلاب 1357 اعلام کرد آمریکا و شوروی طراحان کودتا بودند. اقدام بعدی بختیار چی بود؟ همکاری با صدام. یعنی چی؟ بختیار به دعوت صدام حسین رفت عراق، درباره مسائل جنگ باهاش صحبت کرد و به نظر میرسه اطلاعات مهمی هم به عراق داد. وقتی برگشت فرانسه توی کنفرانس خبری شرکت کرد، گفت یک وجب از خاک ایران نباید دست بیگانگان بیفتد و جنگ نباید به این سمت کشیده شود. اما از اون برم میگفت برای نجات ایران از شر آخوند باید قرصهای تلخی خورد. در واقع شاپور بختیار چنان با حکومت جدید دشمن بود که همکاری با کشوری که در حال جنگ با کشور ایران بود رو هم غیر اخلاقی و غیر مشروع نمیدونست. نتیجه این اقدام بختیار در پاریس چی بود؟ یعنی رفتن و مذاکره با صدام، بعد برگشتن و در واقع شرکت در کنفرانس و گفتن اون جمله، صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در ایران و طرح‌ریزی برنامه ترور آقای شاپور بختیار. یا آقایی به نام انیس نقاش که یک تبعه لبنانی است و عضوی از جنبش فتح یا همون جنبش آزادی بخش فلسطین، در واقع عضوی بود در این جاهایی که عرض کردم، و ایشون آقای نقاش قبل از این هم در داستان حمله به دفتر مرکزی اوپک و گروگانگیری وزیران نفت کشورهای عضو اوپک نقش مهمی ایفا کرده بود. کارش این بود، ایشون شد مسئول ترور شاپور بختیار. انیس نقاش و دو نفر از دوستانش به عنوان خبرنگار با شاپور بختیار قرار گذاشته بودند، اما قبل از اینکه موعد قرار برسه، صادق خلخالی قاضی شرع جمهوری اسلامی مصاحبه کرد و گفت شخصا یک چریکی رو برای اینکه بختیار رو خلاص کنه فرستادم پاریس. همین شد که هیچی به هیچی. در واقع همین سخنرانی باعث شد برنامه انیس نقاش و دوستاش به هم بخوره و ترور ناموفق بمونه. اون برنامه رو کنسل کرد آقای بختیار. آقای انیس نقاش اما که میخواست به هر نحوی شده بختیار رو بکشه، ولکن ماجرا نبود. چه کرد؟ حمله کرد به محل اقامت بختیار، محافظاشو کشت، ولی قبل از اینکه پاش برسه به اتاق بختیار، در واقع گرفتنش و بازداشت شد ایشون. او در فرانسه محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، اما 6 سال بعد در 1365 و در جریان مبادله اسرا بین فرانسه و لبنان تحویل دولت ایران شد. آقای انیس نقاش تو مصاحبه‌های مختلفی عنوان کرده که به خواست دولت ایران و با هماهنگی با در واقع دولت ایران عملیات ترور بختیار رو انجام داده بود.
بعد از این اتفاق، یعنی بعد از ترور ناموفق بختیار، پروتکل‌های حفاظتی شاپور بختیار بسیار سفت و سخت تر شد. دولت فرانسه با 13 محافظ مسلح از خونه شاپور بختیار محافظت می‌کرد 24 ساعته و نتیجه دسترسی به بختیار با همین راحتی دیگه نبود. دستگاه امنیتی خواهان ترور بختیار باید دست به اقدامات پیچیده‌ای می‌زد و زد. این اقدامات تا 1370 خورشیدی هم ادامه داشت. فردی به نام فریدون بویر احمدی فرستاده شد تا عضو تشکیلات بختیار بشه، عضو همون جبهه مقاومت ملی. این آقای فریدون بویر احمدی با دو نفر دیگه وارد ماجرا میشه، افرادی به اسمهای محمد آزادی و علی وکیلی راد. این سه نفر در طول سالها تونستن بالاخره اعتماد شاپور بختیار رو جلب کنن و 15 مرداد 1370 این سه نفر رفتن خونه شاپور بختیار و در حالی که شواهد نشون میده بختیار مشغول پذیرایی از این سه نفر بوده، به شکل فجیعی و با ضربات متعدد چاقو کارداجین شد و کشته. منشی شاپور بختیار آقایی به اسم سیروس کتیبه هم که اون لحظه تو خونه بختیار بود، با ضربات متعدد چاقو در اون حادثه کشته شد. در بین این سه نفر وکیلی راد در سوئیس دستگیر شد در ادامه و محاکمه شد و به حبس ابد محکوم شد. اما سال 1389 از پس اتفاقاتی او آزاد شد و به ایران برگشت. شاپور بختیار یک استثناء در سیاست ایران بود. جمهوری خواهی سوسیال دموکرات که یک مخالف شناخته شده ی حکومت شاه پهلوی بود، البته یک مخالف خشونت پرهیز و اگرچه آرزوش وقوع یک انقلاب در ایران بود، اما به شدت دشمن انقلابی دینی بود و تا حدی این دشمنی عمیق بود که بعد از عمری ملی‌گرایی حاضر شد به نوعی در حمله یک کشور دیگر به ایران زمین همراه کشوری بشه که دشمن ایران بود. نتیجه نهامیان شاه و سلطنت طلبان از او دل خوشی داشتند و دارند، نه جمهوری اسلامی و هواداران نظام کنونی و نه چپگراها، نه راستگراها، نه اصلاح طلبان و نه حتی ملی گرایان. یاران بختیار اندک بودند و همین باعث می شد شانس بختیار در موفقیت پروژش بسیار اندک بشه، اما این باعث نشد تا مثل برخی منفعل بشه شاپور بختیار یا مثل خیلی ها همرنگ جماعت. شاید باز هم باید صبر کنیم تا تاریخ قضاوت دقیق تری از شاپور بختیار ارائه بده و شاید هم نه. شاید الان که 45 سال از سقوط دولتش گذشته و 32 سال هم از مرگش، دیگه تمام زوایای روشن و تاریک زندگی بختیار قابل دیده شدن و درک کردن باشه و الان فرصت مناسبی باشه برای اینکه بشه قضاوت کرد، اگرچه ما در مورخ راوی هستیم نه قاضی. پس به سنت همیشگی تیم مورخ، قضاوتش با شما. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن این که در ادامه خواهیم دید با افتخار ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان، مهر ورزان همیشگی به تیم مورخ رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ، سالم باشید در صلح، شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون. ایران بشه دشمن ملت‌ها یا رب دقت بفرمایید، از همون زمان هم ادامه داره اجرایی. چرا این کارو کرد؟ باز هم برای اینکه موشی بدوانند و ایران قدرت بگیرد. و چطور این کارو کرد؟ اون زمان مسئول پیشبرد سیاست‌های بریتانیا در خلیج فارس آقایی بود به نام سر چارلز بلگریف. ایشون که دید روابط ایران و اسرائیل اعتراض اعراب و پیداش قاطی کردن اعراب، چه کرد؟ یه تماسداری کرد با رؤساش دستوراتی بهش دادند و عمل کرد. دستورات چه بود؟ عرض می‌کنم.
پادکست مورخ رفتیم. سلام به آقای هاشمی و تیم بسیار بسیار خوبشون. من از مونترال کانادا این فیلم رو ضبط میکنم. بریم ببینیم. امروز روز یک شنبه است، کارهای زیادی برای انجام دادن دارم و یکی از کارها اینه که حتما پادکست های شما رو گوش بدم. واقعا لذت میبرم به سنت همیشگی مبرق و البته سینما برخی از موضوعات وقتی شما ورود میکنید و توضیحاتی ارائه میدین آدم احساس میکنه اطلاعات قبلیش چقدر به چالش کشیده میشه، هرچند آدم اهل مطالعه هم باشه. نحوه اجرا بسیار بسیار دلنشین و جذابه و من میدونم که واقعا تیم بسیار خوبی حتما در کنار آقای هاشمی دارن کار میکنن. به همتون سلام میگم و خیلی ازتون تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت آقای هاشمی گل و تیم محترم مورخ. خسته نباشید. من پژمان هستم از آستین تگزاس در خدمتتون هستم و کمال تشکر رو دارم ازتون به خاطر این پادکست های زیبا. متاسفانه اینجا ما دسترسی به کتاب فارسی زبانی زیاد نداریم و این یکم اذیت میکنه. از موقعی که من بسم الله عضو این پیج شدم کلی دارم لذت میبرم. مرسی. من تئاتریم و از فن بیان شما، اکسنت گذاری ها و ارتباط با مخاطب فوق العاده است و کلی لذت بردم. خسته نباشید میگم بهتون و پیروز و پایدار باشید. مرسی، ممنون، عشقید همتون، فدای شما.